امروز 25 آبان ماه مقابل مجلس اسلامی صحنه اعتراض با شکوه کارگران علیه لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار و فریاد خواستای کارگران بود. صحنه پرشوری بود که کارگران با شعارهاشون، با بیان خواستاشون به طور واقعی میلیون ها کارگر و خانواده کارگری رو نمایندگی کردند. شعار می دادن حاصل قانون کار بردگی امروز است. قرارداد دائمی احیا باید گردد. اصلاح قانون کار به نفع سرمایه دار. امید کارفرمایان کارگر خاموش است. اعتصاب تجمع حق مسلم ماست. یک خواست فوری ما افزایش دستمزد است. تدبیر دولت مردان کارگر خاموشه. تدبیر دولت مردان کارگر ارزونه. وزیر کارفرمایی خجالت خجالت، قرارداد موقت بردگی کارگر. و با این شعارا میبینید که نه تنها کارگران خواهان پس گرفته شدن و عقب زدن این لایحه ضد کارگری شدن، بلکه اومدن کلیت قانون و کار رو زیر سوال بردن و خواستاشون رو بیان کردن و گفتن دیگه این بردگی رو قبول نمی کنیم. درود میگم به همه دستاندرکاران این حرکت اعتراضی بزرگ که امروز در مقابل مجلس اسلامی شاهدش بودیم. این اعتراض در ادامه اعتراضات تاکنونی هست که علیه این لایحه ضد کارگری به پا شده. کارگران شرکت واحد تومار به راه انداختن، کارگران سندیکای اتحادیه آزاد کارگران ایران تجمع گذاشتن در مقابل مجلس و اونچنان فشاری آوردن که دست مقامات حکومتی رو رو کردن که اونها دو بند قانون کار رو حتی جعل کرده بودن. و امروز صحبت کارگران اینه که اگر این لایحه تا هفته دیگه پس گرفته نشه، هفته دیگه میان جلوی مجلس و تحسن میکنن. با هم دیگه صحنه ای از این اعتراض رو ببینیم. فیلم کوتاهی است. تدبیر دولت مردان کارگر ارزونه. تدبیر دولت مردان کارگر ارزونه. تدبیر دولت مردان کارگر ارزونه. بله، میبینید که چه پرشوره این تجمع بزرگ اعتراضی. معیشت منزلت حق مسلم ماست و این شعار نه تنها کارگران بلکه معلمان، پرستاران و بخش عظیمی از جامعه است. و میدونید که این لایحه، لایحه‌ای که بردگی رو تشدید میکنه، تشدید ریاضت اقتصادی هست
و دست کارفرمایان رو برای اخراج کارگران بازتر میکنه، دستمزدها رو کاهش بیشتری میده و منجمد میکنه، محیط های کار رو امنیتی تر میکنه و تماما در خدمت جذب سرمایه های داخلی خارجی که خود اقتصاد این حکومت رو هم میبینید که چگونه به گل نشسته. این لایحه رو قبلا هم دولت احمدی نژاد تمرین کرد و آورد جلو، اما با اعتراض کارگران عقب زده شد. دولت روحانی بخت خودش رو دوباره آزمایش کرده و این چنین جواب گرفته. قسمت دیگه از فیلم رو میبینیم وقتی که دو تا از دانشجویان رو نیروی انتظامی دستگیر میکنه و جمعیت فریاد میزنه و این دو دانشجو رو آزاد میکنه. دانشجوی مشترک آزاد باید کردن، دانشجوی مشترک آزاد باید کردن. تو این تجمع وحید فریدونی بیانیه سندیکای شرکت واحد رو در مورد لایحه اصلاحی دولت بر قانون کار میخونه. در این تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران ایران حضورشون چشمگیره و همینجور حضور زنان و فریاد شعارهاشون. در این تجمع جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی سخنرانی میکنن و تو سخنرانی خودشون با تاکید بر اینکه باید این لایحه پس گرفته بشه میگن که شرایط بردوار موجود که بر کارگران ایران تحمیل شده است حاصل و نتیجه قانون کار فعلی است و بعد بر خواستای برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری، احیای قراردادهای دائمی و مستقیم و حق برپایه تشکل‌های مستقل کارگری در تمامی مراکز تولیدی صنعتی و خدماتی تاکید می‌کنم. زیر فشار این تجمع مجلس اعلام می‌کنه که امروز بعد از ظهر تکلیف این لایحه رو روشن می‌کنه و کارگران هم اعلام می‌کنن که اگر جواب داده نشه در تا هفته دیگه دوباره جمع خواهیم شد و تحسن خواهیم کرد. و این اعتراض ادامه داره و کارگران به کل این بردگی و بربریت اعتراض دارن. شما رو دعوت میکنم کلیپ رو ببینید که تمامی این تصاویر رو در مقابل شما قرار میده، ببینید چه خبر بوده و برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. Get out of here! 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 Get out of here!
نه 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 نه